9 سوالی که خداوند از تو نخواهد پرسید. بسیار پیش آمده است که وقتی روبروی کسی می نشینید و دوست دارید از خودتان تعریف کنید و از آمال و آرزوها و حتی مشکلاتتان بگویید و یک بار نمی دانید قصه را باید از کجا شروع کنید. یک بار آرزوهایتان را گم می کنید و نمی دانید از چه باید حرف بزنید. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نیکس میدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نیکس میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگی بوده است، بلکه از تو می پرسد که چگونه انسانی بوده ای. خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباسهایی در کمد داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی. خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه چند متر بود، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه‌ات خوش آمد گفتی. خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه زندگی می کردی، بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی. خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو می پرسد برای چند نفر دوست و رفیق بودی. خداوند از تو نمی پرسد میزان درآمد تو چقدر بوده است، بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را هم دست گیری نمودی؟ خداوند از تو نمی پرسد عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی و آن را به بهترین نحو انجام دادی؟ خداوند از تو نخواهد پرسید که چه موتری سوار می شدی، بلکه از تو خواهد پرسید که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی. خداوند از تو نخواهد پرسید چرا اینقدر طول کشید تا به جستجوی رستگاری بپردازی، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم با عمارت بهشتی خود خواهد برد. با خداوند چگونه حرف بزنیم؟ در مفاتیح الجنان دعاهایی وجود دارد که هرچه میخواهیم از خودمان برای خدا تعریف کنیم را به بهترین زبان نوشته است. هرچه آرزو داریم را در کمال آن نوشته است. میتوانیم با خواندنشان یک دل سیر با خداوند درد و دل کنیم و با او حرفهای عاشقانه بزنیم. دعاهایی که بعد از یک بار خواندنشان دوست دارید فرازهایی از آن را حفظ کنید و در لحظاتی که با خدا خلوت می کنید چند باره بخوانید. مناجات شعبانیه. به همه اهل آتش می گویم تو را دوست دارم. مناجات شعبانیه از جمله ادعیه است که با اینکه در ایام ماه شعبان خواندنش بسیار توصیه شده است، اما در باقی ایام سال نیز خوانده می شود. سرتاسر مناجات شعبانیه فرازهایی است از دلدادگی و بندگی که هنگام خواندنش هر خواننده ای را منقلب می کند. دعای کمیل. خدایا من غیر از تو ندارم. دعایی که هرچه بخوانیم در آن به زیبایی آورده شده است. متن بی نظیر و دلانگیز دعای کمیل و فرازهای بسیار زیبایی آن تمام آمال و آرزوی بندگان است. مناجات خمس العشر. از تو به تو می گریزم. این مناجات مجموعه ای از دعای 15 گانه است که از امام سجاد علیه السلام نقل شده است
این 15 دعا گویی زبان حالات 15 گانه ای از انسان است که میتواند با آن همراه شود تا با خدای خیش به زیبایی گفتگو کرد. مناجات توبه کنندگان، مناجات امیدواران و مناجات دوستداران از جمله مناجات خمسة العشر است. ای آرزویم، ای مرادم، ای خواسته و امیدم، به عزت و بزرگیت سوگند، برای گناهانم آمرزنده‌ای جستو نمی‌یابم و برای دلشکستگی‌هایم جبران کننده‌ای جستو نمی‌بینم. دعای ابو حمزه سمالی. برای خود گریه می کنم. نقل است امام سجاد علیه السلام در سحرگاه‌های ماه مبارک رمضان این دعا را می خواندند. فرازهای بی نظیر ابو حمزه سمالی آنقدر شنیدنی است که بسیاری بعد از پایان دیگر دعا چندینی از این فراز را می خواندند که در فرازی از این دعا آمده است: پس بدحال تر از من کیست؟ اگر من بر چنین حالی به قبرم وارد شوم، قبری که آن را برای خواب آماده نساختم و برای آرمیدن به کار نیک فرش ننمودم، و مرا چه شده که گریه نکنم؟ و حال آنکه نمیدانم بازگشت من به جانب چه خواهد بود. مناجات امیرالمؤمنین. امانم بده. این مناجات امان گرفتن است. امیر مؤمنان در این مناجات از خداوند طلب امنیت می کند، امنیت در دنیا و امنیت در آخرت. خواندن این دعا ما را با امیر مؤمنان همراه می سازد تا با خدا به زبان امام گفتگو کنیم. دعای عرفه. ببخش اگر از تو غافل شدم. دعای طولانی مشهور عرفه دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه است که همه ساله در روز عرفه توسط مسلمانان خوانده می شود. اما فرازهای دوست داشتنی این دعا در باقی ایام سال نیز خواستنی است و می تواند زمزمه لحظاتمان هنگام گفتگو با خدایمان باشد. این دعای بسیار زیبا تمام نعمتهایی که به انسان داده شده را دوباره به خودش یادآور می شود و جزئیات آفرینش و خلقت را به انسان دوباره تعریف می کند. دعای جوشن کبیر. ای دوست دلسوز من. جوشن کبیر را در شبهای قدر می خوانند، دعایی که در آن می توان بدون وقفه خدا را به هزار اسم صدا کرد و از او مدد خواست. فرازهای این دعای بسیار زیبا را می توان جداگانه به تناسب احوالاتمان بخوانیم و با این اسامی از او کمک بگیریم. در این دعا آمده است: ای دوست آن کس که دوستی ندارد، ای طبیب آن کس که طبیبی ندارد، ای پاسخدهی آن کس که پاسخدهی ندارد، ای یار دلسوز آن کس که دلسوزی ندارد، ای رفیق آن کس که رفیقی ندارد، ای فریاد رس آن کس که فریاد رسی ندارد، ای راه نمای آن که راه نمایی ندارد، ای مونس آن که مونسی ندارد، ای ترحم کننده آن کس که ترحم کننده ای ندارد، ای همدم آن کسی که همدمی ندارد. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.